سه نفر بودیم، راه افتادیم و به ساوثهمپتون رفتیم و به منزلی که مرحوم دکتر شب قبل در آنجا اقامت داشت. دو تا دختر مرحوم دکتر که آمده بودند اون موقع بسیار نوجوان بودند، مثل دو تا گنجشت پژمرده، لباس‌های مشکی پوشیده بودند و کنار دیوار ایستاده بودند. سراسر رخسارشون رو غم پوشانده بود. ما وارد اون اتاق شدیم و تخت خوابی رو که شب مرحوم دکتر اونجا خوابیده بود به ما نشان دادن، گفتن که تا دیرگاه با ما نشسته بود و سخن میگفت. تازم از راه رسیده بود، علی‌رغم خستگی نشست و چای خورد و تعریف کرد و سخن گفت و سیگار کشید و غیره، و تا نزدیک سحر و رفت به اتاق خود که بخوابه. هنگام صبحانه خوردن اهل خانه منتظر مرحوم دکتر بودند که بیاد و در صبحانه با اونها شرکت کنه و میگفتن که نیامد و دیر کرد و صدا کردیم جوابی نیامد. در حال به اتاق او رفتیم، گفتن که همین که وارد اتاق شدیم دیدیم که دکتر از با چهره و رو به زمین افتاده. حتی به ما نشون دادن اون نقطه از موکت اتاق رو که این ساییدن بینی دکتر به اونجا آثارش هنوز آشکار بود. میگفتن که کاملا معلوم بود که هنگامی که از تخت میخواسته بیاد پایین قلبش درد گرفته، دست روی قلب گذاشته اما دیگه نتونسته پایین بیاد و از همونجا با صورت به زمین خورده بود. اینا هم متوجه نشده بودن. به هر حال با دیدن این وضع بلافاصله آمبولانس صدا زده بودن. آمبولانس اومده بود و در محل معاینه کرده بود. میگفت به ما گفتن 15 دقیقه است که جان سپرده، ولی به سرعت رو به بیمارستان ساوثهمپتون رسانده بودند که ما هم به سرعت رفتیم بیمارستان ساوثهمپتون و دکتر رو به سردخانه برده بودند و ما رو به سردخانه راه نمیدادند. من کارت دانشجوییم همراه بود، همراه هم بود، چون روی کارت دانشجویی من نوشته بودن دکتر فلانی. این رو که دیدند تصور کردن من طبیبم و گفتن بله شما اجازه دارید که وارد سردخانه بشوید. همراه با دوستان وارد سردخانه شدیم و دو تا کشو بود که کشیدند که جنازه دکتر رو نشان ما بدن. کشوی اول که به اشتباه کشیده بودن جنازه یک زن بود. اینا رو میگم چون تمام خاطراتش خیلی واضح الان در ذهن من هست. و اون کشو رو بستن و کشوی بعدی رو کشیدن که جسد مرحوم دکتر بود. بسیار بسیار آرام خوابیده بود. مسجد ایسلندن بود، وایت چپل، بله. در اونجا مسجد کوچکی بود متعلق به اهل سنت و غسالخانه‌ای داشت و بنده و جناب آقای شبستری به هر حال متعهد تقصیل و تکفین ایشان بودیم. یعنی دوستان از آقای شبستری خواسته بودن، ایشان هم به من گفت که بیا تا با هم این کار را انجام دادیم. البته دو نفر دیگر هم به ما پیوستن، آقای دکتر ابراهیم یزدی و آقای صادق قطب‌زاده، و این چهار نفر بودیم. جنازه مرحوم دکتر رو بردن، دیگه اون جسد نبود، سر تا پای او رو شکافته بودن، تمام بدن و شکم، تمام سر و همه شکافته شده بود، نمونه برداری شده بود و بررسی های طبی شده بود. بیمارستان ساوثهمپتون گزارش خیلی مفصل طبی داد در باب مرگ دکتر و در حقیقت گفته بود که چیز مشکوکی دیده نشده است و مرگ او بر اثر به قتل رسیدن، دسیسه، زهر، دشنه، چیزی از این قبیل نبوده و به نظر می آمد که به مرگ طبیعی از دنیا رفته. مرگ طبیعی یعنی با سکته. اتفاقا همون روز صبح که به ساوثهمپتون رفتیم و برای اولین بار با جای خالی مرحوم شریعتی روبرو شدیم و بعداً به بیمارستان رفتیم، در همون اتاقی که مرحوم دکتر خوابیده بود سطلی بود که شاید در اون سطل نزدیک 40 تا ته سیگار بود. یعنی در همون مدت کوتاه مقدار زیادی سیگار کشیده بود. طبیبان مجلس ما بهتر از بنده می دانند که در حالت عصبی شدید و
اون فشاری که دکتر در اون روزها قرار داشت. به هر حال کالبچه کافی مبسوطی کرده بودن و گزارش طبی مفصلی هم دادن و علی‌ای حال نشانه دیده نشد و جسد مرحوم دکتر شستشو شد، در تابوتی نهاده شد و جنازه مرحوم دکتر به سوریه حمل شد. اما در خیابان‌های لندن خبر دیگری بود. این کارها همه پشت صحنه انجام می‌شد. در خیابان‌های لندن اجتماع عظیمی از دانشجویان بود و یک تابوت هم پیشاپیش جمع حرکت داده می‌شد. البته این تابوت خالی بود و جنازه دکتر در او نبود و عکس‌ها و فیلم‌ها از اون موقع هست و اگر ببینید باز کاملا مشخص است. در حال در ایام در اینجا در ایران همه جا مجالس بسیار، نوشته‌های فراوان و البته انگشت اتهام هم همه جا متوجه حکومت بود که عوامل نهان و آشکار خودشون رو فرستادند و مرحوم دکتر رو به قتل رساندند. ولی روز به روز پیدا می شد و به این اذعان می رسیدن که قرینه‌ای برای این امر نیست.